حکومت افراطی و ظالم و وحشتناک کره شمالی همیشه برای مردم دنیا پر از رمز و راز بوده. در این کشور جوری با زنا رفتار میشه که انگار برده‌های دولتن و فقط از بدنشون سوء استفاده میشه. با ما همراه باشید تا از عجایب کره شمالی و حرمسرای چند هزار نفری رهبر کره شمالی براتون بگیم. خب بدون معطلی شروع میکنیم. ماجرای زندگی رهبر کره شمالی همیشه عجیب و رازآلود بوده و هرچه که افراد بیشتری از این کشور فرار میکنن، رازهای جدیدی در مورد رفتار این شخص برملا میشه که هر دفعه هم جهانیان رو میخکوب میکنه. تو سال 2022 بود که دولت کره شمالی سه جوان رو در ملأ عام جلوی چشم همه با تیراندازی از بین برد، به این دلیل که این جوانا فیلم‌ها و عکسایی از کره شمالی پخش کرده بودن. این مجازات ها رو در ملأ عام انجام میدن تا باعث بشه بقیه بترسن و طبق خواسته های دولت رفتار کنن. بر اساس داده های سازمان ملل 105 نفر رو اینطوری به صورت بیرحمانه در ملأ عام مجازات کردن. در کره شمالی به ظاهر آزادی مذهبی وجود داره و دولت گفته بود که در انتخاب دین و مذهب مردم آزادن که هر چیزی که دلشون میخواد رو انتخاب کنن. اما در عمل اصلا اینطوری نیست. مردمی که از کره شمالی فرار کردن گفتن که مراسمات مذهبی و دعا به صورت پنهانی و در زیر زمین انجام میشه و اگه دولت کسی رو تو این مراسمات دستگیر کنه مجازاتای سنگینی در انتظارشه. در کره شمالی هر ساله بلایای طبیعی فراوانی مثل سیل و زلزله رخ میده، اما دولت کره این مورد هم مثل بقیه چیزا مخفی میکنه. این تنش‌های محیطی باعث میشه که مواد غذایی به شدت داخل کره شمالی کم بشه و تعداد زیادی از مردم گرسنه بمونن و دولت کره شمالی همچنان همه چیز رو گل و بلبل نشون میده مثل کشور خودمون. استفاده از جنس مؤنث، یعنی استفاده‌های نادرست، در کره شمالی خیلی رایجه و جوریه که بخشی از زندگی روزمره شونه. بر اساس گزارشاتی که سازمان حقوق بشر از 62 نفر که از مرزهای کره شمالی فرار کرده بودن تایید کرده، گفته شده که خانوما تو مغازه‌ها، توی بازداشتگاه‌ها، ایستگاه بازرسی، قطارها، مکان‌های عمومی و پایگاه‌های ارتش مورد این نوع آزار و اذیت قرار می‌گیرن. در این گزارش‌ها اومده که وقتی یه پلیس زنی رو دستگیر می‌کنه، هر کاری که اون پلیس بگه و هر کاری که ازش بخواد رو باید انجام بده و راهی جز اطاعت نداره اون زنه. چه مسئله سوء استفاده از اون طرف باشه و چه پول یا هر چیز دیگه‌ای. اگه زنایی که دستگیر شدن و در حبس به سر میبرن خواسته های پلیسا رو برآورده نکنن، ممکنه اون زنا مورد خشونت و تعرض قرار بگیرن. استفاده زوری از بدن زنا در کره شمالی آشکارا و بدون مانع انجام میشه. زنای کره شمالی اگه جایی بود که از حقشون بخواستن دفاع کنن، مطمئنا حرفای زیادی برای گفتن داشتن. اما در دیکتاتوری رهبر کره شمالی جایی برای هیچ اعتراضی نیست و همین باعث شده این زنا خفه بشن و چیزی نگن. بزرگراهای کره شمالی خیلی خلوتن، چون ماشینای کمی داخل این بزرگراست. این بزرگراه به حدی خلوتن که بچه‌ها داخلشون بازی میکنن. به این دلیل هم خلوتن چون که در کره شمالی مردم عادی حق داشتن ماشین ندارن، چون رهبرشون میترسه که مردم به وسیله این ماشین‌ها از مرزها فرار کنن. تمام عکسایی هم که از کره شمالی منتشر شده این موضوع رو که خیابونای کره خیلی خلوتن رو تایید میکنه. در مورد استفاده نادرست رهبر کره شمالی از زنا و برده‌های داخل حرمسراش هم یکم جلوتر صحبت می‌کنیم. در کره شمالی برخلاف کشورهای دیگه، شهرهای لوکس رو داخل مرزها می‌سازن و 99% این شهرها خالی‌اند و فقط برای ایجاد ترس ساخته شدن. همون افراد معدودی هم که داخل این شهرهای مرزی زندگی می‌کنن به دقت توسط خود دولت انتخاب می‌شن و به نظر می‌رسه که اکثراً از خانواده‌های نظامی، سیاسی و جاسوس باشن. در کره شمالی از اینکه افراد نظامی داخل شهر باشن نباید تعجب کرد، چون یه امر عادیه، همیشه افراد نظامی داخل شهر حضور دارن. اما برخلاف اون چیزی که به ذهنتون اومد، این نظامی‌ها برای حفظ امنیت و محافظت از مردم داخل شهرها نیستن، بلکه برای کنترل و سرکوب مردم همیشه داخل شهرها حضور دارن. مردم هم تحت هیچ شرایطی نباید از سربازا عکس بگیرن، چون مجازاتای سختی داره. افرادی که از کره شمالی فرار کردن همه اعتراف کردند که کره شمالی روی مردم و زندانیانش آزمایش‌های خیلی خطرناکی انجام میده و جوری با زندانی‌ها رفتار می‌کنه که انگار موش آزمایشگاهی‌ان. سموم کشنده، سلاح‌های شیمیایی و اتاق‌های گاز از جمله این آزمایش‌هایی هستند که دولت کره شمالی روی مردمی که گرفتار شدن انجام میده. متروی پیونگیانگ یکی از عجیب‌ترین متروهای جهان و عمیق‌ترین تونل‌های جهان داخلش حفر شده. اما این مترو برخلاف نظر عموم برای راحتی مردم تأسیس نشده و هدف دولت رفاه مردم نبوده،
چون این کشور با خیلی از کشورها مشکل داره، این متروی عمیق رو در واقع به عنوان پناهگاه ها برای روز مبادا درست کردن. بعد از فاجعه هیروشیما، پدر بزرگ کیم این مترو رو در سال 1978 برای مقابله با همچین موقعیت هایی ساخت. این فیلم و عکسایی هم که دارید از این مترو میبینید به صورت پنهانی توسط یه عکاس فرانسوی گرفته شده. خب بریم سراغ حرمسرای رهبر کره شمالی. رهبر کره شمالی حرمسرای متشکل از 2000 دختر جوان داره که در دنیا به گروه لذت معروفه. دولت کره یه گروه های خاصی داره که داخل مدارس دخترونه میگرده و دخترایی که قد بلند و چهره زیبایی دارن و اون استانداردهایی که رهبر کره شمالی تعیین کرده رو دارن انتخاب میکنن و میبرنشون برای گروه لذت، و دخترایی که انتخاب میشن از همونجا دیگه با خانواده و درس و همه چی باید خدافظی کنن. دخترای درجه یک و زیبا مسئول سرویس دادن و رسیدگی به خود رهبر کره شمالی هستند، و دخترای درجه دو و سه مسئول رسیدگی و سرویس دادن به کابینه رهبر دولت کره شمالی هستند، یعنی همین رئیس رؤسای ارتشش و اینا. دولت کره شمالی هم به ازای کاری که این دخترا براشون انجام میده بهشون پول و خونه های گرون قیمت میده، اما این دخترا از ته دلشون راضی نیستن اکثرا و به زور برده میشن. عمر کار این دخترها هم زیاد نیست، تا 25 سالگی داخل اون گروه لذت میمونن. وقتی که سنشون بالاتر رفت عوض میشن و دخترهای نوجوان جاشون رو میگیرن. خدمت سربازی برای مردان و زنان اجباریه. در برخی از کشورها کماکان قانون خدمت نظامی اجباری برای شهروندان اجرا میشه، اما خدمت سربازی در هیچ کدام از این کشورها به اندازه کره شمالی طولانی نیست. کره شمالی چهارمین ارتش بزرگ دنیا رو از نظر سرباز فعال در اختیار داره، چون که یه سیاست ساده به اسم خدمت اجباری در این کشور اجرا میشه. تا سال 2015 سربازی فقط برای مردان اجباری بود و به زنان این فرصت داده میشد تا در صورت تمایل به خدمت سربازی برن. اما پس از تغییرات قانون اساسی کره شمالی، خدمت سربازی برای زنان تا سن 23 سالگی اجباری شد. خدمت سربازی در کره شمالی برای مردان حداقل 10 سال طول میکشه و از سن 17 سالگی شروع میشه. مدت خدمت سربازی اجباری زنان نیز 7 ساله. ساخت یک شهر قلابی ترسناک در کره شمالی. یکی از عجایب کره شمالی روستای مرزی کیوجوندونگه. این روستا بخش‌های مختلفی مثل پیست‌های ورزشی، خانه، اداره، مدرسه، برج رادیویی بزرگ، مزارع گندم و حتی بیمارستان داره، ولی تنها چیزی که این شهر نداره انسان و شهرونده. این شهر فقط برای ترسوندن کشور کره جنوبی ساخته شده و تا سال 2014 کره شمالی از این مکان برای تهدید کره جنوبی استفاده می‌کرده. بعد از اینا هر دو کره با هم توافق کردن که از تبلیغات و تهدید به این شکل دست بردارن.